به نام خداوند جان و خرد. هادی جادیفر مهمان امشب ماست. قرار بود با او در مورد همه کارهایی که الان داره، از آتابایی که بازی کرده و فیلمنامه نوشته و بی همه چیز که قرار اکران بشه و احتمالاً زمانی که این مصاحبه پخش میشه فیلم اکران شده صحبت کنیم. اما من چون فیلم آتابایی رو خیلی دوست داشتم و اگه چند تا فیلم تو زندگیم باشه یکی از اون فیلم آتاباییه، تمام این مصاحبه اختصاص دادم به آتابای و فیلمنامه آتابای که کار مشترک هادی جادیفر و خانم نیکی کریمیه. با احترام به بی همه چیز، با احترام به دیگر کارهایی که آقای هادی جادیفر بازی کرده، در آینده در مورد اون فیلم و کارهای بعد صحبت خواهیم کرد. مصاحبه امشب اختصاص داره به آتابای، فیلم دوست داشتنی این سالا. با هم مصاحبه ببینیم. آقای هادی جادیفر، خیلی خوش آمدید برنامه ما. طبق روال برنامه یک صحبتی با بینندگان عزیز بکنیم تا بریم. خواهش میکنم. ضمن عرض ادب و احترام خدمت همه مخاطبین عزیز برنامه و حضرت عالی و همه دوستان عزیزی که اینجا هستن، باعث افتخارم خدمتتون هستم. قربونتون برم، خیلی زنده باشی عزیزی. من خیلی آتابایی دوست دارم، یکی از فیلم های دوست داشتنی منه. یه چند تا فیلم دوست داشته باشم، یکیش آتابایی. تو این سال هایی که در واقع پس از انقلاب فیلم دیدم، حتی در مقایسه با یک سری فیلم هم که قبل از انقلاب دیدم و دوست دارمش. خیلی صحبت داریم با شما، اما از آتابای شروع میکنم که در واقع شما سناریو نوشتید با خانم نیکی کریمی، بازی کردید و فیلم در اومده و خیلی سخت بوده. اون فیلم نامه که من دیدم روی پرده، قبلش خونده بودم، اما اون چیزی که روی پرده دیدم خیلی چیز غریبی بود. از کجا شروع شد؟ اصلا دوستی شما با خانم کریمی از کجا شد؟ والا ما سر فیلم آستیگمات در واقع اولین بار همکاریمون شکل گرفت. بعد سر سریال ممنوعه بودیم، یک سری سکانسایی بود که با اجازه در واقع کارگردان، چون تغییرات میکرد و شاید نویسنده ها تو اون لحظه حضور نداشتن اینا، من اجازه گرفتم که بعضی سکانس ها رو دیالوگ نویسی کنم. بعد خانم کریمی از اونجا گفت که خوب می‌نویسی، دیالوگ نویسی چقدر خوبه اینها. فکر کنم از همون موقع تو ذهنشون شکل گرفت. فهمت باز کنم، هادی جادیفر اصلا نوشتن رو تو دانشگاه شروع کرده؟ تو دانشگاه شروع کرده؟ خیلی قبل تر. خیلی قبل تر. بله قبل دانشگاه. بله بله. خوش با نمایش شروع کرده؟ بیشتر با شعر بود، چون من پدرم دبیر ادبیات بود. بچه ما مجبور بودیم عروض و قافیه را هم بدونیم. و در کجا؟ در خوی متولد؟ بله در خوی. بله بله. و طبعا تمام کتابای ادبی تو خونه ما بود و بعد تبدیل شد به نمایشنامه، داستان. خیلی من داستان کوتاه زیاد نوشتم و تا مدت هم جدی پیگیری میکردم. مثل همه اکثر بچه ها رمان نیمه تمام هم کلی دارم. چه خوب. آره. پس از همون زمان قبل از اینکه وارد دانشگاه بشیم این داشتی؟ بله بله بله. اونجا بله. توی اونجا بودی، خب حتما ساعدی دوست داشتی، حتما بله. صمد بهرنگی دوست داشتی اینا. بله. در واقع بله. 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 چون میگم پدرم طیف گسترده ای از اینها رو در واقع یادم که از جلال آل احمد بود تا ساعدی. یک سری کتاب هم یادمه که توی زیرزمین و اینا جمع شده بود به خاطر نوع نگاه بابام و اینها، و من از اونام دوزدکی کش میرفتم و میخوندم کتاب رو. تقریبا با ادبیات ایران، ادبیات معاصر کاملا آشنایی داشتم. ادبیات روس هم همینطور. چون پدرم اولین رمانی که اون سالا خوندی چی بوده؟ چه رمانی خوندی اون سالا رو تأثیر گذاشته؟ من واقعیتش رو بخواین خیلی حضور ذهن ندارم. دیدین یک سری خاطرات تبدیل میشه، یا تخیلات تبدیل میشه به خاطره یا بالعکسش. ولی چیزی که یادمه، من با اسامی مشکل داشتم، اسامی روسی، که فکر میکنم جنایت و مکافات یکی از اولین رمانهایی بود که من به سختی خوندمش و واقعیتش هم نتونستم خیلی ارتباط بگیرم اون موقع. ولی چون عادت به خوندن داشتیم توی خونه، حتما دون آرام هم خوندی دیگه؟ بله بله بله.
این رمانای اون زمانی که همه می‌خوندن کاملا دیگه. من یادمه که واقعیتش علاقم به خوندن و داستان نویسی از کیهان بچه‌ها شروع شد. یادمه که کلاس سوم دبستان تو دمای منفی 20 درجه خوی تو برف من 9 ساله می‌رفتم، دو تا نسخه میومد کیهان بچه‌ها و دو سه روزم با تأخیر میومد خوی، که یه نسخه‌شو همیشه برای من نگه می‌داشت و من در طول هفته تقسیم می‌کردم که تا نسخه جدید میاد اینو بخونم. چه تاریخ متولد شدی؟ سال و روز و ماهت؟ 31 خرداد 1355. آها، دو سال قبل از انقلاب. پس بله. در واقع کیهان بچه‌های بعد از انقلاب. بله بعد از انقلاب. بله. یعنی تمام در واقع نوشته‌های دقیقی. بله. البته من میگم یک سری اطلاعات سال، کیهان سال فکر می‌کنم قدیما قبل انقلاب به صورت مجموعه پایان سالی میومد. بله، خونه ما بله ما خیلی داشتیم از اینا که من دیدم. بله دیدم. بله احسنت. آره از همونا من اونا رو هم می‌خوندم. پدرم که اهل خوندن بود. خب پدر بله. شعر میگفت؟ نه بیشتر میگم معلم بود، بیشتر دبیر بود، ولی به شدت علاقه داشت به مادرم. سواد داشت؟ بله بله. چه خوب. بله. اولین بچه ای تو یا؟ بله اولین بچه. چه خوب، چه خوب. خب رمانی که نوشتیش کنم شد چاب نشده، نیمه تمامه. نه من یه مجموعه شعر داشتم از اینایی که خودمون میرفتیم زمان دانشجویی پول میدادیم یه سری انتشاراتی، یه 50 تا در میابردن، 30 تاشو میدادن به خودمون و جزء آمار ارائه میکردن، که اینقدر بدن که اصلا دوست ندارم جایی نشونش بدم. اون مجموعه شعر در آوردی ولی رمان در نیاوردی؟ نه خیر، نه خیر. نمایشنامه نوشتی که اون؟ بله نمایشنامه چاپ شدم دارم. ای چه خوب. بله، بله. همون سالی که قبل از که وارد دانشگاه بشی؟ نه نه بعد در واقع دوره ارشدم بود که چون برگزیده جشنواره با تئاتر آشنا شدی؟ آقا من از مدارس، از زمان بله جشنواره مدارس به شدت جدی بود، تئاتر مدارس. من سال 71 که 16 سالم میشد دیگه پدرم رئیس آموزش پرورش میانداب شد، بعد نقده شد و معمولا تو شهرستان ها سالن ها آمفی‌تئاتر ها یا در اختیار نهادهای نظامی یا آموزش پرورشه. به خاطر همین یادمه که رونق عجیب و غریبی داشت اون موقع ها و منم هم از همون موقع ها کار کردم که اولین کار جدی من برای جشنواره تئاتر فجر زیرگروه شروع می‌شد، از شهرستان، استانی، منطقه‌ای بعد می‌اومدیم. بازی یا کارگردانی؟ همش نوشتن، کارگردانی. هم نوشتن هم بله بله. نمایشنامه خاص از خودت بود یا مثلا تر چیز کرد نمایشنامه؟ نه خودم، اکثرا خودم می‌نوشتم. این اورجینال بود نمایشنامه. بله بله بله. اون موقع در واقع تئاتر حرفه‌ای توی اون منطقه خو اینا بود، تئاتر حرفه‌ای که ما بچه‌های اونجا داشتیم. بله 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 ما داشتیم که اتفاقا اولین کسی که ما یه تئاتر اجرا کردیم بردیم جشنواره مدارس خوی، بعد یه آقایی من دیدم 2 متری منو صدا کرد، خشنم بود، گفت بیا ببینم اینجا. گفتم بله آقا. کلاس دوم راهنمایی بودم یا اول راهنمایی. گفت تو کی هستی؟ گفتم من هادی جز فلان. گفت دوست داری تئاتر کار کنی؟ گفتم بله. گفت بعد از ظهر بیا فلان جا. آقای یوسف علی دریادل، همینی که نقش پدرمو تو آتابای بازی کرده. چقدرم خوبه. آره آره آره. که دیگه از اونجا شروع شد تو سطح در واقع حرفه‌ای به نسبت چیزی که بود. و یکی از افتخاراتم هم اینه که به شدت توی شهرستان‌ها تئاتر، خب مثلا من مرگ یزگرد رو داشتم بازی میکردم، در کنارش اونجا مخصوصا تو مناطق ما با دهه فجر تئاتر آزاد بگیم چی بگیم برای مردم اون زنده نگه داشته بود که کارهای کمدی و طنز و بزن به کوب و اینا که من یکی از ستاره های اون تئاترا بودم. بله توی آره خوی و کمدی بازی می‌کردی؟ بله به شدت. آره نوکره اربابه؟ نوکره. بله نوکره بیشتر. آره هم بعد از ظهر مثلا می اومدم نقش موبد موبدان رو بازی می‌کردم. چه خوب. آره آره. مرگ یزگرد خودت اجرا کردی؟ نه نه من بازی کردم مرگ یزگرد، 4 صندوق، نمیدونم همه آره بیزاری. بله همه کارهایی که اون موقع به دست ما می‌رسید. خدا حفظ کنه آقای علی منتظری رو
موقعی که دوری علی منتظری. بله بله. دوری که تئاتر یه خود بله، جون بله، بله، بله. و یادمه که یه پیکان با یه پیکان پر کتاب یه بار اومدن خوی میچرخیدن تو شهرستان ها و کتاب میدادن به ما. کتاب نبود واقعا اصلا. بله بله. من یادمه که سال 77 اومدم دانشگاه تا رسیدم اولین جشنواره کوتاه دانشجویی که الانم جشنواره معتبری شده، اولین فراخوانش اومد آنتیگون. اصلا نمیدونستم چی هست آنتیگون چون نخونده بودیم، نداشتیم این کتاب ها رو. دانشکده هنرهای زیبایی درم آن؟ بله بله، هنرهای زیبا. بله. دوره زیبا. بله. رئیس دپارتمان تئاتر کی بود وقتی اومدید؟ فکر کنم دکتر عزیزی. محمود عزیزی. بله، دکتر آقایی بعدش. ناصر آقایی. بله بله، بعد آقای قهرمانی، تاج بخش فناییان، اینا اساتید ما بودن. من سالی هم که اومدم فکر کنم آخرین سال تدریس استاد بیضایی بود تو دانشگاه. من با آقای سمندریان هم کلاس داشتم. با بیضایی هم کلاس داشتیم؟ نرسیدیم متاسفانه، ما چون مبانی رو داشتیم پاس میکردیم دیگه، ایشون آخرین تدریسشون در واقع. ولی تو دانشگاه دیدیم. من افتخارم اینه که تو همون جشنواره‌ای که دارم میگم جایزه‌اش 3 تا کتاب آقای بیضایی با امضای خودشون بود. چه کتابو یادت میاد؟ الان حضور ذهن ندارم، ولی خب نمایش در ایران و اینا که دارمش هنوزم با امضای خودشون دارم. امضا کرده بود داده بود به؟ بله بله، اینا جایزه اون جشنواره بود، 3 تا کتاب. یعنی سال 77 آخرین ساله؟ بله 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 بله. تو 77 درس جسته گریخته. اینی که واحد رسمی وردارن اینها نبود، ولی رفت و آمد داشتم به دانشگاه. از اونجا دیگه رفت؟ از اونجا رفت دیگه. بله بله بله. هیچ وقت اجرای بعدن اجرای بیضایی رو تو تئاتر دیدی؟ متاسفانه نه، به خاطر اینکه چون تئاترای پرطرفداری بودن آقای جیرانی، واقعیتش هم وضعیت مالی ما دانشجوها خیلی خوب نبود و امیدوار بودیم به جشنواره. تو جشنواره ها معمولا کارهای مهم رو میدیدیم. بله بله بله. به خاطر اینکه تخفیف دانشجویی داشت یا ما از در و دیوار میرفتیم. آقای بهرامی خدا سلامتش کنه، روابط عمومی تئاتر شهر، یهویی صدا میکرد یه بلیط بهمون میداد. ما اینجوری میتونستیم کارا رو ببینیم. آمده بودی تهران کوی دانشگاه بودی؟ یعنی کوی بودی؟ بله بله، من ساکن ساختمون 18 قلب اتفاقا بودم. بله بله بله. اون کوی خیلی معروفه. بله بله. یکی از رمان‌های نیمه کارم هم هست، انتهای امیرآباد اسمش. ماجراهای اون کوی من قبل از انقلاب یادم، سالهای بعدم که بله. کوی در واقع معروف. من اتفاقا یه نمایشنامه‌ای هم نوشتم، تحقیق کردم راجع به امیرآباد و در واقع تاریخچه کوی. این شلوغی ها و اعتراضا آمریکایی مثل اونجا مال. بله بله بله. ولی زمان آره. قبل انقلاب هم همونجاها اعتراضات دانشجویی وجود داشت. آره آره. بله. اون من یادم تو کوی دانشگاه. بله. بیژن امکانیان تو کوی زندگی میکرد، ما میرفتیم دیدنش. بله. آره، شعارها رو می‌نوشتن در دیوار کوی. بله. کوی تو راه‌های کوی نشاره. خیلی دوران پرشتاب و عجیب و غریبی بود. تو هم خوردی به دوران اصلاحات؟ بله، بدجور هم خوردم. دوران دانشجو آقا ما یه سال من بالا بودم، بالاتر از انرژی اتمی بودم که اون موقع بزرگ راه اینا نبود. 9 شب به بعد ما باید یه چوب میگرفتیم از این یه سری سگای وحشی اینا بودن، ما از بین اینا رد میشدیم میرفتیم. آقا گفتیم چه کاریه، بیایم کوی اتاق بگیریم. اومدیم کوی دانشگاه اتفاق افتاد، فرار کردیم. سال بعدش دوباره، سال بعدش گفتیم بیایم سالگرد کوی دانشگاه اتفاق افتاد. یعنی اصلا تو اوج دانشگاه، تو اوج بله، در واقع بله، رشد دانشگاه. بله. و تئاتر و تئاتر اصلا آره، دوران رشد تئاتر دورانی بود که از کشورهای خارجی اجراهای درخشانی اصلا اومدن. اصلا دوره دوره بی‌نظیری، هم راجع به سینما، هم بله، راجع به دانشگاه. بله، بله. هم راجع به تئاتر و اینا. و ما بچه‌هایی که هم دوره ما بودن، ما با بیشتر با دیدن یاد گرفتیم. یعنی ما کارهای خیلی خوبی رو دیدیم تو اون دوران. یکیش شاهلیر فوق‌العاده بود که من حتی یادمه که اجرا که تموم شد از طریق آقای سمندری ما پشت صحنه رفتیم، پشت صحنه رفتیم. من هی میگفتم اینا به جای میکروفون دارن اینا، که کلی هم دعوان گفت میکروفون چیه بابا این. این سالها هادی جادفر وسوسه نوشتن بیشتر داره، وسوسه کارگردانی داره، وسوسه بازیگری. کارگردانی. کارگردانی. بعد نوشتن، بعد طراحی صحنه. آخر بازیگری. بعد کاریکاتور. شاید بازیگری.
اون موقع بازی هم میکرد تو نمایشنامه‌ای که خودت. بله بله. بخاطر اینکه نرفته بودی تو نمایشنامه کسی دیگه ای بازی کنه. چرا؟ چرا؟ خیلی کم ولی. خیلی کم. دعوت هم نمی‌کردن خیلی. چون آدم اهل بحثی هم به این راحتی تو کتم نمیده. یعنی باید قانع بشم که بتونم بازی کنم، بتونم درش بیارم. وقتی خودم دوستش نداشته باشم مطمئناً تأثیر رو مخاطبم نمیذاره. تو سالا سینما کجای ذهنیت بود؟ سینما برای من مهرجویی. داریوش مهرجویی. با چی؟ با تمام فیلماش. همه فیلماش؟ همه فیلماش و از هامون شروع شد که الان اسم پسرم هامونه. چه خوب. بله. یادم درخت گلابی رو تو سینما فلسطین من دیدم و نمیتونستم گریم رو کنترل کنم. این آقایی که با چراغ قوه بود چون موقع یه ذره پلیسی برخورد میشد تو سینما، مثلا یه بایی نور مینداخت ببینم مثلا ملت دارن چیکار میکنن، اینو نمیذاشت شد، همه رو دور هم جمع میکردم. ولی من دیگه اینقدر نمیتونستم گریم رو کنترل، به من گفت پلو اون بر بشین. رفتم جدا، فکر کنم 12-13 بار پشت سر هم من دیدم درخت گلابی. درخت گلاب بانو به نظرم بی نظیره. علتی که مهرجویی دوست داشتی به خاطر فیلمنامه‌هاش بود؟ آقا جادو آها جادوی کاراش و من فکر میکنم تنها فیلمسازیه که هرگز هیچ کسی نتونست حتی اداشو در بیاره. یعنی شما ببینید الان مثلا بگیم آقا کارهای فلان کارگردان چه جوون چه حالا با تجربه شبیه کارهای مهرجویی هیچ کسی نیست. نه ولی ویژگی خود. ولی بقیه کارگردانای بزرگ ما میتونیم شبیهشو پیدا کنیم، بگیم لااقل آقا این 6 نفر از اون تقلید کردن. کاملا درسته. چون مهرجویی تقلید ناپذیره به نظر من، چون تو فرم نیست لزومن، فقط تو محتوا نیست، یک جادویی واقعا مهرجویی به نظرم جادو داره. جادو تعریف سینماست. یعنی بله. سینما یعنی اون جادویی بله. که رو آدم بله. تاثیر بذاره بله. فراتر از همه اون چیزهایی باشه که ما میشناسیم و تاثیر بذاره. مهرجویی بله. در واقع خب سینما وقتی که مهرجویی برات بود، فیلمنامه هم برات مهم بود که بنویسی؟ یعنی رفتی دنبال فیلمنامه نیست؟ چرا مهم بود برام؟ یه چیزی هم بگم آقای جیرانی، یکی هم فیلمایی بود که چهارشنبه شب‌ها پخش می‌شد، از فکر کنم شبکه یک بود، دو تا شبکه بود دیگه اون موقع. بله بله بله. که خب ما تلویزیون سیاه‌سفید بود، جز معدود سرگرمی‌های ما بود اون دوران. که یادمه که خب خوی شهر تخمی آفتابگردونه دیگه، مادرم تفت می‌داد خوب. بعد یه پارچه بزرگ پهن می‌کردیم می‌شستیم جلوی و فیلم می‌دیدیم، مثلا فیلم‌های تارکوفسکی نمی‌دونم همین که اون موقع‌ها فضا این شکلی بله بود دیگه. بله دهش هست. که جالب اینجاست که من بعدها یه فیلم رو دیدم گفتم چرا رنگیه این، من همه اون فیلم‌ها رو فکر می‌کردم سیاه‌سفید. اون به شدت اون سینما پاراجانوف همه اینا اون موقع تلویزیون پخش می‌کرد دیگه، هفته یه دونه کار پخش، به شدت رو من تأثیر گذاشتم و من فکر می‌کنم خیلی از تصاویری که تو ذهنم دارم جز علایقم هست به همون تصاویر مربوط میشه. سینمای هنری ویژه است پاراجانوف، سینمای ویژه‌ای هم تارکوفسکی. بله. اینکه بچه شهرستان. بله. علاقه من پیدا ریشه‌اش از کجا میاد؟ من فکر می‌کنم من شعر تو زندگیم زیاد بوده و مرگ، فکر میکنم اینها مرگ، رنگ، شعر، همه اینا بوده تو زندگی من و برف. به خاطر همینه که فکر میکنم هر فیلمی که از این عناصر یکی رو داره من ناخودآگاه احساس میکنم که یه ارتباطی برقرار میکنم. مثلا فیلمساز محبوب من کیشلوفسکی و من هر دفعه که میبینم فیلماشو یعنی دوچار یک غمی که عجیب و غریبه و قفسه سینم فشرده میشه، ولی در این حال شعف تو رگای بدنم یه هوی میدوه. من لهستانم یه رفتم یادم تا 3-4 روز همه جور نگاه میکردم اشکم در میومد، همینجوری احساس میکردم یه بار لهستان مردم، اینقدر برام آشنا بود. اون حال و هوا رو خیلی دوست دارم و بعدش هم میگم تو کارهای ایرانی هم به کارهای آقای مهرجویی. چه خوب. خب از کجا وارد حرفه شدی؟ منظورم سینما است. حالا تئاتر اول مثل که وارد تئاتر شدی دیگه. از کجا به سینما پیوستی؟ این سینما. من سال 83 بود فکر کنم 82
دو بود. من هنوز ساکن کوی بودم که یک سری از دوستام گفت دیدم دارم میرن، گفتم کجا؟ گفتم میریم ستارخان تست بدیم برای مزرعه پدری کار آقای ملاقلی پور. من خونه عموم اونجا بود، پنجشنبه جمعه ها میرفتم که خواهرم هم که شهید بهشتی میخون با هم بیایم اونجا با هم ببینیم هم دیگر رو، چون کسی رو نداشتیم در واقع تهران یا فامیلی که رفت آمد داشته باشیم. گفتم خب منم میرم اونوری. اومدیم رسیم گفتم بیا تست. گفتم من تست مست نمیدم، به شدت به هم بر میخورد. ولی خیلی از بچه همون میرفتن تست میدادن دفاتر مختلف، که من رفتم تو باهاشون که ببینم اوضاع چجوری، که آقای پسیانی بالا تصویر میگرفتن، فیلم میگرفتن، از بچه ها تست میگرفتن. علی هم رابط بود که میگفت آقا شما بفرمایید بالا. بعد بچه هایی که تموم شدن اومدیم بریم به من گفت شما؟ گفتم من تست نمیدم. و اومدیم بریم، دوباره اومد تو حیات گفت که میشه ما یه تصویر ازت بگیریم؟ کی گفت اینو؟ علی ملاقلی. بعد خیلی به من چسبید، این بچه ها به زور اومده بودن اونا از من درخواست. گفتم بله. اومدیم و فقط من انتخاب کردم، که بعدن هم فهمیدم شهید، شبیه یه شهیدی بودم که انتخابم کردم. فکر کرده بودم خیلی، حالا مثلا چی نقشی داشتیم؟ نقش شهید زریباف فکر کنم تو اون بله، که یه نقش کوتاهی داشتم که یه حادثه ای هم برام پیش اومد بعدن تو دانشگاه که دچار پارگی لب شدم و دیگه صدای خودم قرار بود پشت بی سیم و اینا باشه، نقشم خیلی کوتاه‌تر شد. اونجا که بودم خدا بیامرز ملاقلی پور، نحوه برخوردش اصلا گفتم نه، گفتم کارگردان خدای صحنه است، من نمیخوام بازیگر بشم، چون به شدت تند بود خدا بیان. یه کاری کم از بازیگری متنفر شدم، ولی خیلی هم دوستشون داشتم. یادمه که یه فوشی هم به من داد، گفتم فوش نده آقا به من، عصبانی شدم اینا. بعد گفت بابا من هر کی رو دوست داشته باشم فوش نده. گفتم من بابام تازه مرده به من فوش نده، که منو با سمند خودش تا کوی دانشگاه رسوند ولی دیگه بازی نکردم. تون ترین فیلم در واقع ملاقلی پوره. بله. یعنی مزرعه پدری ضد بله. جنگ ترین بله. فیلم ملاقلی بله. پوره. بله بله بله. خیلی فیلم عجیبیه. یادمه که رو پردم که خودم رو دیدم خیلی از خودم بدم اومد. چرا؟ نمیدونم. تصویر اصلا اولین بار که دیدم، یعنی قشنگ رفتم تو صندلی و دیگه بازی نکردم. حتی یادمه که آقای بهزاد پور برای خدا حافظ رفیق منو انتخاب کرد. نرفتم ولی قرار دادم بستم نرفتم. حتی شانس اینو داشتم که توی فیلم بهرام توکلی که هم دانشگاهی مونم بود پا برهنه در بهش بازی کنم. بله اولین فیلمش بود. بله که اونم نشد. اصلا کلا بی خیال بازیگری شده بودم. وسوسه کارگردانی و نوشتن؟ بله کارگردانی، فیلم کوتاه می ساختم، نمایشنامه می نوشتم. من لیسانسم چون گرایش های مختلف رفتم آخرش عروسکی شد، ولی فوق لیسانسم کارگردانی و بازیگری، که دیگه آخرا به جایی رسیده بود که مثلا کار عروسکی میکردیم دیگه، همه کاری میکردم، بازاریابی میکردم. من مدت ها تو لاله‌زار 3 سال بازاریابی کردم. خیلی جالبه. آره و تئاتر کار میکردم، ولی خب یه جای دیگه کامل گذاشتمش کنار. تئاتر حرفه‌ای رو صحنه تئاتر بازی کردی؟ خیلی کم. تو تالار مولوی بودی؟ تالار وحدت بودم. تالار که نقش خوبی هم داشتم، کار آقای فناییان بود، ریچارد سوم، آقای بلوچی، آقای تقی‌پور اینا بودیم. بعد تئاتر شهر 2-3 تا کار داشتم، ولی نه اونجوری که به عنوان بازیگر شناخته میشم. ولی محافل دانشجویی من همیشه جزء برگزیدگان متن و مثلا من آخرین کار دانشجویی متن برگزیده، کارگردانی برگزیده، طراحی صحنه برگزیده و اثر برگزیده. یعنی من 4 تا جایزه آخرین جشنواره دانشجویی اینا بودم. ولی فجر فرق میکرد، فجر به این راحتی ها راه نمیدادن تو جشنواره فجر. یکی از چیزایی هم که من جشنواره تئاتر هامون و خودم راه انداختم همین قضیه بود، که فرصت بدیم به آدم هایی که اسمی ندارن استعداد دارن. بله جشنواره فجر، تئاتر فجر رقابت بود. بعد گفتن رقابت چیه؟ ولی هر سال 2 تا اسم در می اومد از توی جشنواره تئاتر فجر. 2 تا آدمای مثلا حسین کیانی محصول جشنواره تئاتر فجر بود، محسن علی خانی محصول این فضا بود، خیلی از بچه‌ها. ولی از یه جایی
شکل فستیوال های خارجی خواستم بکنن، غیر رقابتی بکنن، اینا که روحش رو از دست داد جشنواره تازه. قبل از آتوبای فیلمنامه کاملی داشتی که بری دنبالش که بسازیش که بدی بله، که بسازیش؟ بله بله، که ملع عام یه فیلمنامه دارم که حالا میشه گفت وسترن، که به نظرم خیلی فیلمنامه خوبیه، ولی با توجه به ساختار تولید و این حرفا ترجیح میدم که یه زمانی بسازم که خودم پولشو داشته باشم، که کاری که دلم میخواد انجام بدم. کار بزرگیه، یه ذره سخته، پربازیگر و اینها، تا حتی تهیه کننده و اینا هم صحبت کردیم اینا، ولی دست نگه داشتم. نیکی کریمی سر ممنونه تو رو دید و سر در واقع اون چیز و به هم نزدیک شدیم. فکر نوشتن این فیلمنامه تا آمدی از نیکی کریمی؟ ببینید یه جلساتی ایشون منو دعوت کرد، البته یه جلساتی داشتن، جلسه ایده، که من کامیجا پرتوی بله، بود، تو بودی؟ آقای پرتوی بود، من بودم، دو سه نفر دیگه هم بودن که الان حضور ذهن ندارم. ایده های مختلف، خیلی ایده، از ایده های شهری بود، همه چیز بود. بعد یه فکر کنم سالها پیش حق یک قصه رو از آقای درویشیان خریده بودن، اسم داستان یادم نیست، علی اشرف درویشیان، بله بله، اسم داستان یادم نیست، که نان و کاهکل یه همچین اسم، که داستان عشق یک پسر نوجوان روستایی به یک دختر نوجوان شهری، بیسش این بود، ولی واقعیت اینه که من نخوندم، یعنی نخونده بودم قصه رو. این بیس رو مطرح کرد خانم نیکی کریمی؟ بله، اینم جزء یکی از گزینه‌ها بود، بله، که رومیز بود در واقع، و من با چیزایی که اونجا مطرح میشد و نظمی که خانم کریمی یک نظم عجیب و غریب وحشتناک دارن، یکی از مشکلات من با ایشون همین بحث نظمشون بود، چون من اصلا آدم منظمی نیستم. بعد در نهایت من پیشنهاد دادم با توجه به چیزای حرفایی که زده شد با خودش، با دوستان دیگه، و اون ایده اولیه عشق یک در واقع پسر روستایی، بله بدو، گفتم اجازه بده من یه طرح بنویسم، یه طرح بنویسم، که یادمه که ایرانم نبودم، بعد براشون فرستادم و زنگ زد و من گفت من خیلی دوست داشتم اینو و همین. به طرح سه صفحه‌ای نوشتی؟ بله بله. اون طرح چی بود؟ یک صفحه‌ای واقعا. طرح چی بود؟ همین طرح تقریبا. اگه بخوای در یک صفحه به عنوان فیلم نامی طرح کنی. یک آدمی که برگشته و یک امپراتوری برای خودش میخواد بسازه که شکست توش نباشه، یعنی از یک شکست برگشته تو یک جغرافیای بزرگتر، دوباره برگشته به جایی که بتونه نفر اول باشه و همه درها رو بسته روی خودش، تا زمانی که بدون اینکه بخواد این در باز میشه و دوباره میفهمه که یک بازنده، در واقع داستان یک آدم بازنده، که بعد فکر میکنم نزدیک 8 ماه طول کشید. فکر اون موقع چی بود؟ ریشه فکری چی بود؟ چی میخواستی بگی؟ آقای جیرانی، آموزش هم هست برای بچه‌هایی که گوش می‌دن. آقای جیرانی، من معتقدم که کارهای تاثیرگذار از یک حافظه عاطفی مشترک شکل می‌گیره. معتقدم که فیلم‌هایی مثل آتابای، فیلم‌های خیلی مهمتر، با تغییر نسل‌ها تأثیرشون از دست میدن. نبینید محافل سینمایی رو مثلا ما راجع به فیلم‌های بزرگ حرف میزنیم اینا، به خاطر اینکه نسل جدید تصویری از اون اتفاق‌ها و دغدغه‌ها نداره. به نظرم آتابای جز آخرین بازمانده هاست. همیشه به دوستان میگفتم آتابای مال 40 سال به بالا هاست، به خاطر اینکه نوع تربیتی که شکل گرفته بود، عدم اعتماد به نفسی که وجود داشت توی یک دوره از نسل راجع به همه چیز، و آدم‌هایی که غریبه بودن توی یک جمع‌هایی که اضافه می‌شدن، راجع به یک غریبه، خانم کریم یه بار گفت غریب است آتابای، بر اساس اون شکل گرفت. ببینید مثلا یک آدمی که
شکست خورده، شکست عشقی خورده، انکار شده. این تقریباً توی حافظه عاطفی یک نسلی وجود داره، حتی اگه به اون شدت هم نباشه، برای اینکه خودش برای خودش یه غم غصه‌ای بسازه، یه وقتایی یه رنگ عجیب و غریب هم داده به خاطراتی که وجود داشته. شکست مقوله غریبیه تو سینمای اجتماعی ایران. نگاه تو به شکست نگاه سیاسی هم بود؟ نه واقعیتش. ببینید، ما خیلی صحبت کردیم با خانم کریم. مثلا خب میدونستیم که آتابای مثلا اگه چند تا موضوع هم داشته باشه که شاید اونوری ها بیشتر مد نظرشون هست و بالاخره براشون جذابه. حالا نمیخوام بگم از روی عناد و سیاست و این حرفا، نه، ولی واقعا نیومد توی فیلم. گفتیم بذارین شعرمونو بگیم، یعنی به همه گفتیم آقا این یک شعره که باید گفته بشه. ببینید، میتواند اون خانش وجود داشته باشد به خاطر اینکه از زندگی داره میاد. زندگی از چی میاد؟ زندگی که ما داریم تجربهش میکنیم یا تجربهش کردیم. اصلا هر کاری بکنیم، ما الان شما بگید آقا غیر سیاسی ترین اثر رد رو بندازید، باز هم هست، بخواد اینکه تنیده شده اصلا. نه، من برای این گفتم که چون تو مقوله شکست رو مطرح میکنی و ما شکست مشروطیت داریم، شکست جنبش ملیشتن ساعت نفت داریم و حتی شکست اصلاحات داریم. بله، اصلا یک سری کتاب های جدیدن اومده علارم که حالا ممکنه تب بازار باشه و اینها، ولی گاهن چیزهای خوبی پیدا میشه. به فلسفه انواع چیزها پرداخته، از درد و شادی و همه اینا، و یکیش هم فلسفه شکست واقعا. یعنی بشر، از حتی برگردیم به در واقع آثار قدیمی، حتی عهد عتیق و اینا، این وجود داره. حتی در درگیری خدایان و هم در یونان باستان این وجود داره، این شکل، یعنی دراماتیکه. منظورم اینه که همیشه زنده است، میتونه ادامه داشته باشه، حالا میاد تو فردیت پیدا میکنه. اون تری که دادی بس یک صفحه تر دادی که حالا آدم بازنده‌ای که از یک دنیای کوچیک میاد تو دنیای کوچیکتری و میخواد خودشو باز پیروز بشه، قضیه چجوری تکمیل شد؟ چجوری به فیلم نامه رسیدیم؟ بله، خب ما خیلی حرف زدیم با هم دیگه، خیلی حرف میزدیم. من یادمه که مثلا سکانس مینوشتم، میووردم صحبتم، چون من خیلی هم تنبلم توی نوشتن. تنبل نیستم، اما سختگیرم، به شدت سختگیرم. یعنی من اصلا بلد نیستم که درست نقطه عکس مهدویانی دیگه، درست؟ بله، مهدویان. آره، من خیلی سختگیرم. هر چقدر تو زندگیم تو همه بخشا اصلا مسئله ندارم، سخت نمیگیرم. خب نشستی سکانس نوشتی و کم کم تر رو کامل کردی. بله، درسته؟ بله، تر رو کامل کردی، تبدیلش کردی به سناریو. بله بله. این عشقها، این عشقهای شکست خورده از اول تو ذهنت بود؟ چون فیلم در مورد شکست بله. همه چیز هست، در عشق بله. هستی که در من معاوضای خارجی خیلی داشتم، یعنی حافظه عاطفیم پر بود به خاطر اینکه من زندگی تو خوابگاه رو تجربه کرده بودم. یعنی یک کلونی از آدم‌هایی که از فرهنگ‌های مختلف می اومدن. مثلا من هم اتاقی کرد داشتم، هم اتاقی شمالی داشتم، هم اتاقی جنوبی داشتم. شما حساب کنید فرهنگ‌های مختلف، بعد یکیش تئاتر می‌خونه، یکیش موسیقی می‌خونه، یکیش نقاشی. بلوچ داشتیم ما. خیلی اون اون عشق، عشق قهرمان داستان کاظم آتابای بله. به در واقع به اون هم دانشگاهیش در زندگی خودت تجربه شد؟ آره، منم داشتم، ولی نه به این غلظت، ولی داشتم دوستانی که به همین غلظتم براشون، یعنی شاهدش بودم. من توی خوابگاه فکر کنم 7-8 نفر از مرگ نجات دادم، از خودکشی. یه پامون بیمارستان لقمان بود، چون بچه ها معمولا میگن سال اول عاشق میشن، سال دوم نمیدونم فارغ میشن، سال سوم، یه اصطلاحیه تو دانشگاه. بعد خیلی از بچه ها که از شهرستان میومدن با حال و هوای خیلی صادقانه و احساسات پاک میومدن، بعد رقابت رو میباختن به کسی که فکر میکردن حقشون نیست ببازن. اصلا
خیلی کوچولوه ولی به شدت زنده و واقعی بود و فکر میکنم من آتابای کم ندیدم توی لااقل اون فضایی که خودم تجربهش کردم. اون عشق ما نمیبینیم ولی لمس میکنی بله. و تأثیر میذاره. عشق فرخلاقا و یعنی بله بله اون خیلی عشق غریبی. بله 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 اصلا غریب تا این عشق داخل فیلم تکرار بله. نمیبینیم ولی همه چیزو میشنویم ولی لمس میکنیم و با همراه میشیم با یک خودسوزی، با یک عشق بله. و ببینید وقتی که انتها میفهمیم چرا خودسوزی بله. کرده و من خیلی یه دیالوگ داره یحیی خیلی دوستش دارم ترجمهش این میشه که میگه که آره من باید تقاص بدم برای کاری که نکردم ولی کردم. یعنی جواد یه جایی هست در واقع این یک فداکاری کرده از دید خودش به خاطر فرخ نقا و در نهایت اون باعث از بین رفتن فرخ نقا شده این فداکاری. بله بله اصلا یعنی عجیب و غریب ترین گناه و احساس گناهی که یه آدم میتونه فداکاری کنه و بعد از بابتش شماتت بشه. غیر متعارف فداکاری غیر متعارف بله. اصلا چیز غریبیه اون اصلا. من خیلی تلاش کردم گفتم آقا من میخوام برای یحیی تو ذهنم من اینجوری بازی میکردم میگفتم یحیی هم باید گناهکار باشه هم نباشه بدون اینکه کاری کرده باشه گناهکار باشه و بدون اینکه کاری کرده باشه بیگناه باشه اصلا شبیهش خیلی کمه فکر میکنم من خیلی جستجو کردم که یک آدمی به خاطر کار نکرده گناهکار بشه و باید تقاص پس بده اصلا چیز غریبیه ما نمیبینیم یعنی این نکته تو سناریوها من خیلی کم دیدم که ما موضوعی رو نبینیم آدمی رو نبینیم ولی اون آدم رو از همه آدمهای قصه بیشتر درکش کنیم. بله درکش کنیم. یعنی اون جادویی که تو میگی تو فیلم نامه به تو کارگردانی خانم نیکی کریمی و فیلم نامه مشترکتون که نوشتین خیلی خوب در اومده این قضیه ای داستان. حتی چقدر تلخ سیمام تو ذهن تلخه. بله. چرا اینقدر تلخن همه آدم ها؟ آقای جیرانی فکر میکنم توی اون جغرافیا لااقل آدم هایی که من از بچگی دیدمشون شاید جغرافیا باعث شده که آدم ها راجع به درد هاشون خیلی راحت حرف میزنن یعنی اصلا قرار نیست که هی بگی چته فلانه یعنی وقتی همسایه دچار یک مسئله بود تو میفهمیدی فامیل دچار آدم ها راحت حرف میزدن راجع به همه چیز و صادقانه بهتون بگم من آدم بدون درد تو کودکی تو ذهنم نیست اصلا آدم ها تو اون جغرافیا چون راحت حرف می زدن اون جغرافیا توش درد زیاد بوده و انعکاس درد هم زیاد آره، بوده آره، آدم و ها با هم ارتباط و یک صداقت من اینجوری بگم الان مثلا من میگم نه من این مشکلمو بگم اون فلان برداشتو میکنه پس نگم میدونیم ما داریم بازی میکنیم زندگی نمی کنیم ولی اونجا واقعا این شکلی نبود به خاطر همینی که همه آدم ها به نظر من وقتی به عمقشون برید دردهای عجیب و غریبی دارن که خیلی از رفتارهام ناشی از اون دردیه که هی مخفیش میکنن هی مخفیش میکنن هی مخفیش میکنن ولی یه جایی میزنه بیرون سه زن تو قصه هستن که دو زنشو نمیبینیم یک زنشو میبینیم همه هم سرنوشت تلخی دارن بله یعنی چیز غریبیه این قضیه سیمام چه خب چقدر همکاری تو سر صحنه سناریو تغییر کرد چقدر تو سر صحنه با هم تبادل نظر داشتیم با نیکی کریمی اینا هم میتونه کمک کنه من چیزی که یاد گرفتم خیلی چیزا یاد گرفتم از ایشون ولی مهمترین چیز اینی که تو توان گروه تو به کار بگیری یعنی مدیریت اینی که تو بتونی از همه عناصر کارت استفاده کنی با تشویق با تشر با هر چیزی یعنی وقتی گروه برمیگشت هتل واقعا دیگه هیچ جونی براش نمونده بود چه به لازم ذهنی و چه به لازم جسمی خودش هم همینطور از فیلم بردارت بهترین عمل کرد و بگیری از طراح صحنه بازیگرات همه اینها من خیلی یاد گرفتم تو این زمینه و هیچ ابایی هم نداشت از اینکه تو جمع پیشنهاد بشنوه و بگه آه این بهتر از اونه من به شخص خودم اینطوری نبودم قبلا یعنی اگه به پیشنهاد قبول نمی‌کردم لااقل تو ظاهر میگفتم نه
ولی بعد آروم آروم مثلا خود خودتو پیشنهاد میدی، چرا تو جمع پیشنهاد میدی مثلا؟ ولی خب اوائلم تو فکر اینو به حساب حسن آدم که نمیذاری، چون ناخودآگاه این آدم نمیخواد بپذیری که اون آدم چقدر مثلا صحیح صدر داره، چقدر مثلا قلب بزرگی داره. تو میگی که لااقل ایده، شاید ایده ای نداره تو اون دسته. راجع به خانم کریم نمیگم، اون کلی دارم میگم. ولی داستان این بود که ما هممون مشارکت داشتیم توی کار، هممون، همه بچه‌ها. یعنی این هنر خانم کریمی بود. خب من طبعا با بازیگرای محلی توی بحث زبان و اینها خیلی کار کردم باهاشون، اجرا میکردم. بعد مثلا میگفت اینجاش اذیتم میکنه، لحنش، آواش، هر چی که هست. مثلا من دونه دونه ترجمه میکردم، کلمه به کلمه که چی داره میگه. یا مثلا راجب جواد، خب من تک تک کلماتش رو باهاش کار کردم، یا وایس میگرفتم راجب لحنش. خب جواد تسلط آنچنانی به زبان ترکی نداشت و همه کاری کردیم سر واقعا این پروژه. یه چیزی میخوام بفهمم، چون خیلی نکته ای، حس حال فیلم ها وقتی میگی مهرجویی، من یاد رابطه سارا میفتم و اون مهمانی و نیامدن شوهره و اون انتظاراتی که داره که شوهره بیاد به جمعه دیگه بگی. یاد لیلا میفتم و لحظات بسیار درخشان قبل از انتها و یا اون انتظار کشیدنش کنار خیابون. یه حس حال قریبی توی آتابای هست، چگونه در اومده؟ من این خیلی برام مهمه. سالها معمولا با فن در نمیاد. بله. فن خیلی تاثیر نداره. یه چیزی ورای فن هست. این ورای فن چی بود آقا سرسنگ؟ آقای جیرانی خیلی بهش فکر کردم. واقعیتش خیلی خیلی بهش فکر کردم. مثلا سکانسایی بوده که من تو لحظه احساس میکردم، در چون من یه مسئله ای هم که داشتم خیلی اذیت کردم تا یه زمانی، چون تو نوشتن یک سری تصاویر ذهنی برای من شکل گرفته بود. وقتی تو مثلا میزانسنی که میداد، دکوپاژی که میکرد خانم کریمی، میدیدم مثلا متفاوته با این، من میریختم به هم. یعنی این جهان ذهنی، جهان عینی شدن، تجربه اون آدم، نگاه اون آدم، تحلیل آدم از اون چیزی که تو نوشتی، مثلا سکانسی که تو نوشتی. من خیلی اذیت میشدم روزای اول با این قضیه، میگفتم این اینجوری. حتی من یادمه که سر لوکیشن خونه هم من یه جای دیگر رو پیشنهاد دادم بهشون، گفت نه. و این لوکیشن فعلی رو انتخاب کرد که به من میگفت باید افق داشته باشه، باید دید داشته باشه، باید وسیع باشه، که من خیلی موافق نبودم باش. در ادامه قدرت اینو فهمیدم که چقدر تأثیر گذاره، چقدر این چشم انداز مهمه. خیلی چیزهای سینمایی که من بلد نبودم واقعا. چقدر نگاه زنانه یا نگاه، اصلا میتونیم بگیم نگاه زنانه یا آقای خانم کریمی؟ بله بله، تأثیر گذاشته. بله. بله. کاملا کاملا. آقای جیرانی ببینید، همه چیز داشته که مجموعه شده این. بله کاملا درست. اصلا درست. نمیتونم هیچ کردیتی به هیچ بخشی بدم، بگم آقا مثلا فیلمنامه اینجوری بوده، بازی من، بازی اون، بازی این، یا صرفاً کارگردانی خانم کریمی، یا فیلم برداری سامان، تدوین. خودمون بر این باوریم که مجموعه همه اینها باعث این اتفاق شده. جغرافیا، همه اینها، حتی زبان. به نظر من زبان خیلی کمک کرده به درآمدن. حتی معتقدم که اگر تأثیرگذاری سکانسایی که به زبان ترکیه، به نظر من بیشتر از میتونه، چون تو اون لحظه چجوری بگم، انگار با یک چیز تازه طرفی، یعنی تا فرصتی کشف کردن. و ساده نیست اون لحظات برای یک مخاطب غیر ترک، ساده نیست که هم باید بفهمه زیرنویس رو بخونه، هم ماجرا رو برسونه، هم تصاویر رو ببینه. من یه زمانی میگفتم که من هرچی تحصیلاتم رفت بالا، لذت تئاتر دیدن برام از بین رفت. یعنی فقط میرفت ناخودآگاه میدیدم فقط دارم ایراد میگیرم ازش. یادم نره حرفم، میگم مجموعه همه این. بله کاملا درسته، کاملا درسته، مجموعه بود. بازی ها هم همه خوبن. قرار بود خودت بازی کنی یا نه؟ من ریز ریز خودمو یک کار یه جوری نوشتم که نتونه سراغ کسی دیگه بره.
مثلا 45 سال آتابای 43 ساله است، مثلا گفت سن خودم رو نوشتم توش دیگه، هی مثلا میگفتم ما خوی یواش یواش ریز ریز، هی چاره نذاشتم براش جز اینکه خودم بازیش کنم. یکی از بهترین بازی های خودت، تو بازیگر خوبی هستی، ولی تو آتابای اتفاق دیگه افتاد، همه براشون اتفاق افتاده. بله. این اتفاق تو بازیگری، حتی اون پسره که دلم میخواد آیدین بگی بازیگرش چیه؟ دانیال نوروش. پدر رو که اسم گفتی اونم خیلی بازیش بله، خوب بله، بله، بله. و بچه بازیگرای بله. محلی همه بله. خیلی همه خوب بودن. به نظرم مثلا حضور خانم دولت شاهی تو همون سکانس هایی که کوتاه به شدت بله. به سیما بود داده. بابا باباش اصلا همین بله. اونهایی که هستن خدا وکیلی توی هدایت بازیگرا یکی از لذت بخشترین تجربه هام بود با خانم کریمی. کاری که خانم کریمی، البته خانم کریمی تو فیلم قبلیش هم بازی خیلی خوب گرفته بود. بگم فضا رو در اختیار قرار میده. همه فکر میکنم خوبم به خاطر اینکه به نظر من بخوام بیشترین امتیاز رو مثلا بخوام بدم به کارگردان به خانم کریمی، این به نظرم بازیگر فوق‌العاده ای هستن، یعنی لحظه رو میشناسه. من یه سکانسی بود گم شده بودم، واقعا من توی آتابای گم شده بودم موقع بازی، سکانسی هست که لای درخت ها میدوه، خب خانم کریمی دکوپاژی که داشت دوست داشت که از روبرو من بدوم، بعد اونجا درخت آلبالویی که بود ما اینا رو با کود و اینا نگرداشتیم رو درخت ها، و من گفتم خیلی خوب من میدوهم اینو، این ور درخت ها تنک بود، حالا دقیقا یادم نیست و من زخم شد سر و صورتم، که گفت آقا من نمیخوام بازیگری دو، من گفت بازیگری که به خودش آسیب برسونه بازیگر نیست، قهرم کردیم سر صحنه، گفتم آقا ما داریم میکشیم خودمو به خاطر فیلمشون، برای شما میگی بازیگر نیستی، که بعدا همین مدلی که برگزار کردیم گفت به من اعتماد کن، این خوبه، نگران نباش، در میاد و اینها، که اون سکانسی که من خیلی هم دوستش دارم اتفاق افتاد. یک سکانس دیگه هم از بی‌نظیره، سکانس تو و یحیی. بله. اون سکانس اصلا توی اصلا همه ما همون اونایی که اون شب دیدن دیوانه اون سکانس شدن، سکانس بی‌نظیر. خیلی خوب شده. یک خوب چیز غریبی تو اون سکانس داره. بله. یک حالی، اصلا این حال، اصلا چیزی که میگی جادو جمله جالبیه، حال سکانس ها وقتی خوب باشه و از درون در واقع با آدم تاثیر بذاره، یک اتفاق در درون فیلم افتاده. بله. اون اتفاق درون فیلم خیلی مهمه، یعنی عمیق‌تر شده فیلم، که اون سکانس دو نفری خیلی خوب بازی کردیم، از این سکانس بگو اصلا بازیش، اون لحظهش، اون اتفاق. ما اونو دقیقا وسط در واقع جایی گرفتیم که قبلا برای شنا میرفتیم اونجا، الان برهوت شده، یعنی دیالوگی که میگه، میگه به کی بگی باور میکنه که ما یه زمانی تا اینجا رو شنا میکردیم تا برسیم به اینجا، یعنی وقتی میری سراغ دریاچه ارومیه فقط این نیست که آب عقب نشینی کرده، اکوسیستم به هم ریخته، نمیدونم کشاورزی داره نابود میشه، مثل این میمونه که شما یه خونه ای داشتی که بچگی تو اینا بوده، بعد کوبیدنش حالا مثلا یه چیزی ساختن، اینجا هر متر عقب نشینی، آقای جیرانی مثلا مفهوم دریا برای مایی که اونجا بودیم و دور بودیم از شمال و جنوب، ارومیه بود، اینی که کشتی بود که ما رو میبردن اردو، جزیره کبودان، آهو میدیم، برای ما دریایی بود، اقیانوسی بود برای ما، اینا همش وقتی اون لحظه این دیالوگا گفته میشه همش واقعیته و تو مکان دقیقش داره اتفاق میفته، به نظرم اینا بی تأثیر نیست، اون روح جغرافی ها و اینها، و ما جالبه که فکر کنم یک یا دو برداشت رفتیم اونو با جواد، که دم صبح هم رسیدیم، یعنی دیگه خیلی فشرده کار کردیم ارومیه، چند روزی که ارومیه بودیم اینقدر حرف زده بودیم با خانم کریمی راجع به اون سکانسه، چون خیلی ها که فیلم نامه رو میخوندن مخالف بودن با این، گفتن چی آخه اینا، میگفتن طولانیه، 12-10 صفحه دارن حرف میزنن، چی هستن، چقدر خوب بود، آره جز کمش نه اصلا باورتون نمیشه آقای جیرانی، فکر کنم مثلا 20 نفری که فیلم نامه رو خوندن این همشون گفتن این سکانسی چی هستن، برای چی آخه اینقدر
حرف میزنن، ما همه اینا رو میبینیم بعدم فلان. ولی یادمه که منم تردید کردم یه لحظاتی خانم کریمی هم تردید کرد، ولی در نهایت کامل اجراش کردیم. آره. و همش هم وقتی داشت تدوین میشد من نگران این بودم که کوتاه بشه، چون ایمان داشتم به اون سکانسه. بعد حتی یه جاهایی مثلا با خانم کریمی رفتیم سر تدوین، گفتم این جاش میشه یه ذره کوتاه بشه، به خاطر اینکه مخالفت آدمایی که بعدم میبینن کمتر بشه. گفت اصلا همش باید باشه. اصلا یک اتفاق تو تدوینم افتاده، تعامله روی پلان ها، روی سکانس ها. خیلی این تعامل هم خیلی خوبه. و جالب اینجاست که تو همون خوی داشت تدوین میشد، یعنی شما میدیدین همزمان با فیلم برداری داشت تدوین اتفاق میافتاد. یعنی ما اون املتی که میرفتیم فلان قهوه خونه میزدیم، حسین گوهری هم با ما بود، یا مثلا آقای علیزاده اومد سه روز اونجا موند، کلی رفتیم قهوه خونه ها رو دیدیم، با هم چرخیدیم و اینا، که افتخار بزرگی هم برای من بود. و اومد راه میرفت تو لوکیشن، میرفت برای خودش میدید، یعنی حتی موسیقی هم میگم به طرز عجیب و غریبی همه چیز جمع شده. آره میگم تو یک اتفاق توی فیلم بیفته همه چی با هم جمع میشه. ولی من بخوام تحلیل کنم الان نمیتونم بگم که به این دلیل یا به اون دلیل. آثار خوبو نمیشه. آثار خیلی تاثیرگذار نمیشه. میگم به هیچ کدوم نمیشه امتیاز بیشتری از اون یکی داد. مثلا اصلا نمیتونم تصور کنم که مثلا این نقشو جواد بازی نمیکرد، یا خان دولت شاهی بازی نمیکرد، یا جواد متفاوتی، خودت متفاوتی. بله. یا مثلا امید حسینی و این معصوم ربانی ها، دانیال ربانی ها، همه اینا کسایی بودن که خیلی هاشون اونجا به ما اضافه شدن. و میبینم میگم خودم هم میگم بگیم میشه همه چیز اینقدر درست باشه تو جهشواری که میدیدم اینو. و به نظرم نقطه عطف زندگی من در مقام بازیگر مخصوصا، یا بخشی نیو. از بله و بخشی از وجود یک فیلم که حالا به نسبت دیگران هم سهم داشت. بعدش همین فیلم باکری نوشتی دیگه؟ بله. نوشته بعدی میشه؟ واقعیتش این بود که من صادقانه بخوام حرف بزنم، من میتونستم سینماییمو بسازم، ولی احساس کردم به خاطر وضعیت کرونا و اینها آخه بسازم که چی بشه بعدش؟ کی میخواد نمایش داده بشه؟ نه خبری از واکسن بود، هنوز واکسنش هم کشف نکرده بودم. به خاطر همین یه پیشنهادی شد به من برای بازی تو نقش مهدی باکری، که من اصلا خیلی الکی، یعنی گفتم من این نقش رو برای هیچ کارگردانی بازی نمی‌کنم، گفتم برای هیچ کسی بازی نمی‌کنم، خب برای کی؟ گفتم به شرطی بازی می‌کنم که خودم بسازم. میشه این شرط گذاشتی؟ آره. اصلا فکرش هم نمی‌کردم که الان من که اینجا نشستم دو سال از در واقع عمر و وقت. چی چیزی تو شخصیت باکری برات مهم بود برای ساختنش؟ آقای جیرانی، خب من خانواده پدریم خانواده بودن که تو جنگ بودن و من جنگ رو با خانواده لمس کردم. از پدرم، من دو تا عموم شهید شدن، جز لشکر عاشورا بودن و علاقه داشتم. من به این کاراکتر علاقه داشتم، یعنی اینا قهرمان های بچگی من بودن و هنوزم هستن این آدم ها. و همیشه دوست داشتم که اینا آدم های شفاف و فرمانده های شفاف دوران اول جنگ. آدم های عجیب و غریبی بودن و به نظر من همونجوری که الان داریم میگیم که چطور آتابای مثلا شکل گرفته اجزا، به نظرم این فضا بود که آدم ها رو ساخت اونجا. اینی که چی بوده، چه شکلی بوده، دلیلش چی بوده، من الان نمیتونم واقعا تحلیل کنم چون تجربهش نکردم. ولی میتونم قسم بخورم به همه سلامت، ایمان، وطن پرستی اون آدم هایی که من دیدمشون تو اون دوران و از معلم هامون، همسایه هامون، همه اینها علاقه داشتم. و من تئاتر دفاع مقدس، حالا اگه بگیم اسمشو، سالها کار کردم، جز علایق منه. و به نظرم جنگ جز دراماتیک ترین موقعیت های بشریه که هزاران هزار شعر از توش میتونه در بیاد. نگاه هم این شکلی بود. 7 قسمت سریال بود که
به خیبر و بدر و بخشی از زندگیش میپرداخت که خیلی پروژه سنگینی شد، چون هر دو عملیات عملیات های سنگینی بودن و برخلاف تصور خیلی از آدم هم که فکر میکنن کمک میشه به اینجور کار و اینا، نه، فکر کنم 5-6 بار متوقف شد کار به لحاظ مالی، به لحاظ بعضی ملاحظات این حرفا، ولی خدا رو شکر الان میگم یه 20-22-23 روز دیگه ایشالله تموم میشه. ما البته یه نسخه سینمایی هم داریم که کار خوبی میکنیم. آره، فرم جشنواره هم پر کردیم. البته واقعیتشو بگم، من با احترام به جشنواره فجر، چون جز آدمایی بودم که تو سالهای بلیت جشنواره تو صف وای میسادم، خیلی برام اهمیتی نداشت حضور به عنوان کارگردان اینا، نه اینکه مثلا بگم برای من، منظورم این نیست اصلا، اتفاقا به نظر من سینما با من خیلی مهربون بوده، خیلی خیلی مهربون بوده، ولی شاید ترجیح همین بود که با کاری بیام که 95% انرژیم صرف خود کار شده، نه 5%، 95% صرف حواشی، ولی یه گروه درخشان دارم که به شدت زحمت کشیدن و کارم در اومده. یعنی من وقتی دیدم دوستش داشتم کارو و فکر میکنم تا زمان جشنوارم که حالا ارائه بدیم فرصت داریم که بهترم بشه کار. زندگی آقای باکری هم تلخه، تلخی توی کار تو هم هست اون تلخی؟ بله هست، فکر میکنم اصلا تلخی مربوطه به اون دورانه، میدونید این خیلی نکته. آره، چون خیلی عجیب و غریبه و شبیه باکری ها هم زیاد بوده، من آشنایی دارم باشون، یعنی آدم های درجه یکی که زیر سوال رفتن ولی اصلا انرژیشون رو صرف پاسخ دادن به سوال ها نکردن، یه عهدی داشتن، یه اصولی داشتن، زمانیه که در واقع تمام دنیا درگیر مبارزه با در واقع امپریالیسم، با سرمایه‌داری، انواع چریک‌های مختلف، بعد علایق‌مندی یا چپ‌ها فلان، این حرفا همه جای دنیا بالاخره تبش بود، الان هم ارزگاهی تکونی میخوره و هست و هنوز هم داره نفس میکشه. آره، به خاطر تموم نمیشه. بله، به خاطر عدالت اجتماعی. بله دقیقاً، و گفتمانیه که ادامه خواهد داشت و این آدم ها عهدی که بستن و به نظرم موندن روشون. این مال سریالته؟ بله بله، این فضای خوبیه. آره، روح الله زمانی آقا بازی میکنه توش، همین بازیگر فیلم خورشید. چه خوب. آره آره، اونم تو خورشیدم خیلی خوب. بله بله. فیلم مردانت کیه؟ وحید ابراهیمی. آه، نمیشناسم. شاید من آره، کار آخرین کارش خروج آقای حاتمی کیا رو گرفته خروج بود. دیدم. آره آره. چه تصویر خوبیه. آره، عکس هم مال آقای نیکرفتار دیگه، علی نیکرفتار. مزه عکس خیلی عکس خوبیه، فضای خیلی خوبی هست. کارمون من میگم ممکنه خیلی چیزها رو خیلی ها نبینم، ولی سندیت محض داره کارایی که انجام دادیم، چه تو فضا سازی، لوکیشن، طراحی صحنه. میگم به عنوان یک سند تصویری میتونه ثبت بشه، یعنی هیچ کسی از لوکیشنام، از صحنه‌ام، از لباسم نمیتونه ایراد بگیره، ممکنه امتیازی نباشه، ولی من دلم میخواست که یک سندیتی هم وجود داشته باشه از بازسازی اون دو. بازیگره دیگه کیان کنار خوده؟ ژیلا شاهی. خوب. که به نظرم درخشان درجه ای که وحید آقاپور هست. چه نقشی بازی میکنه ژیلا شاهی؟ نقش خانم مدرس، همسر آقا مهدی رو بازی میکنه. همسر آقا مهدی رو خودش دیدی از نزدیک؟ بله بله بله، دیدم. یعنی خانواده در جریان کار قرار گرفتن؟ بله بله بله، من یکی دو بار صحبت کردم باهاشون، با خانواده حمید باکری، پسرش آقا احسان، مادرشون و خانم مدرس. و یه کاری هم که کردم اینه که من بیشمار، یعنی تو پژوهش خیلی خوب عمل کردیم و من علارغم این که تو دانشگاه همیشه آدم عملگرایی بودم، خیلی اهل پژوهش نبودم، تو این کار پژوهش خیلی جذابی انجام دادیم. تمام اسناد صوتی جلسات فرماندهان و اینها رو ما گوش کردیم، انتخاب کردیم، حتی خانواده‌ها یک سال بعد شهادت مصاحبه کرده همسرشون، یک ماه بعد شهادت، یعنی یک چیزهایی رو ما درآورده بودیم که شاید خودشون هم تو ذهنشون نبود.
فکر میکنم کار خیلی کار دوست داشتنی شده. یه کار جنگی شاعرانه میتونم اینجوری بگم. این عکس که ما حالا تحت تاثیر قرار این عکسی که دادی به ما الان خیلی قشنگیه. نه اصلا الان من چیزی بگم با آتابایی که نوشتی و حالا اصلا دیگه من راجع بازی صحبت نمیکنم. انتظاری که ما از هادی اجازی فر داریم یک فیلمنامه متفاوت به یک کار متفاوته. یعنی در واقع حالا بازی که زیاد باهات صحبت کرده بودیم، همه اون فیلم‌ها خوبه، ایستاده در قوار و رد خون و همینا خوبه، اما دلمون میخواد که اگر بخوام یه صحنه از آتابای انتخاب کنیم از بازی خودت که خیلی دوست داری، چه صحنه انتخاب کنیم انتخاب کنیم؟ یه سکانسی هست که توی بازار رفتیم برای در واقع تور بردیم که سحر دولتشاهی با خانم مینوش اگه اشتباه نکنم دارن روسری انتخاب میکنن و آتابای نگاهشون میکنه، یه صدای اذانی هست روی تصویر انگار تو بازار داره پخش میشه. من اون سکانس رو خیلی دوست دارم و در ادامهش توی ماشین که تو آینه اون نظر بازیه که وجود داره خیلی سکانس خوبیه. خیلی من اون سکانس اونم خیلی سکانس اون نظر بازیه. آره. خیلی سکانس خوبیه. خیلی فکر میکنم معجزه ولی تاثیرگذاره. با احترام به آتابای، با احترام به این کاری که داری، برات واقعا آرزوی موفقیت دارم. شکرم. چون خیلی آتابای دوست دارم. امیدوارم که این فیلمت هم در واقع این فیلم و سریالت هم یک اثر بسیار متفاوتی از تو باشه که ما تصویر دیگری، چهره دیگری از در واقع هادی اجازی فر رو خارج از بازیگری در مقام کارگردان خیلی در واقع چیز ببینیم. خیلی خوشحالم اومدی. خیلی از افتخارم بود. خیلی ممنونم ازت. خب خانم میتون موسیقی خیلی خوش آمدی. بخش خبر داریم امشب. دلم میخواد خبرات پربار باشه، خبرات تازه باشه و این سایت خبرات نزده باشه. منهای فروش که همه سایت ها داره. سلام های جلالی به شما و بینندگان عزیز کافه آپارات. بله فروش که به حال این روزها سینما خوشبختانه داره مخاطب دنبال میکنه و قبل از اینم که ما بخوایم امشب خبر داشته باشیم، من تأکید میکنم که این برنامه روز 9 آذر داره ضبط میشه. سازمان سینمایی اعلام کرد که سالن های سینمایی میتونن با ظرفیت کامل اکرانشون رو ادامه بدن، یعنی از نصف ظرفیت به ظرفیت کامل. یعنی همزمان با پدید آمدن موج جدید ویروس کرونا سینمای ما 500% شد. اینه من از پدیدهای بله. زیبای اینجاست که بله. بله. ظرفیت اکران سینماها به صورت مجاز برمیگرده و دیگه از 50% لغو میشه. قطعا ما فروش بیشتر و بهتری خواهیم داشت. حالا با منهای اتفاقی که شما گفتین که امیدوارم که برای ایران نیفته. نه امیدوارم که اتفاق نیفته. بله. ولی به هر حال همه جای دنیا سختگیری بیشتر شده. ما سختگیری کمتر کردیم. بله. خیلی جالبه. من الان خوندم انگلیس سختگیری بیشتر شده، ماسکو الزامی کردن، ماسکو الزامی کردن، همه جا سختگیری بیشتر شده، ما سختگیری کم تر. در صورت که اونها زودتر از ما واکسیناسیوناشون رو انجام دادن. بله یعنی داستان خیلی زیباست، یعنی جالبه قضیه. خب اول فیلمایی که من دوست دارم بگو فروش چه قهرمان چقدر فروخته. دوستان اگر که به من فروش شد بدن جدول سوارا ممنون میشم. فیلم قهرمان از تاریخ 5/8 اکران شده و 8 میلیارد و 400 حدودا فروخته. خوبه. فیلم آتابای که از 3/9 اکران شده. بله فیلم آتابای که از 3/9 اکران شده 800 میلیون فروخته، ببخشید بالای 800 میلیون رد کرده این رقمو. تقریبا یک هفته است که اکران شده. بله. فیلم آتابای بله خیلی خوبه. دو تا فیلم دیگه من دوست دارم. فیلم تومانه، یکی تومانه دوست دارم اشاره. اون چقدر فروخته؟ 100 میلیون فروخته. و فیلم روماتیسم عماد طوبا هم بله، که اونم هم همینطور 60 میلیون فروخته. البته روماتیسم تازه اکران شروع شده. پوست چی توی هنر تجربه اکران شده؟ پوست؟ نه آقای جرانی، پوست فکر میکنم هم سینمای هنر تجربه داره هم سینماهای اکران آزاد داره. خوبی بود من دیدم این تو جشنواره. بله بله بله.
خب ولی همچنان آقای جیرانی فیلم دینامیت در صدر جدول فروش قرار داره که از 10/4 اکران شده. ده تیر ماه. بله. 26 میلیارد بعد از اون فیلم گشته که 12 میلیارد از 26.8 و بعد از اون فیلم قهرمان، درخت گردو، منصور و بعد از اون آتابای و همینطور فروشی که دوستان دارن روی جدول میبینن. خوبه بهار سینما بفروشه، خوبه فیلم‌ها بفروشن، خیلی خوبه. یعنی امیدوارم که بهار ما از این ویروس هم جان سالم به در ببریم. بله. خب آقای جیرانی، فکر میکنم که اتفاقی که داره این روزها میافته، به هر حال فیلم های دارن آماده میشن برای جشنواره فجر. تا جایی که من میدونم فکر میکنم تو این هفته کار هیئت انتخاب آغاز بشه. باید شروع کنم؟ بله بله. اگه اون آماری که دادن درست باشه، 90 خورده فیلم هست، تقاضای مثلا حضور در جشنواره کردن، فرم تقاضا جشنواره پر کردن، خب طبیعتاً تا کمیته انتخاب بخواد ببینه. بله. و باید 10 دی و جدولش رو ببنده. 10-12 دی جدول. خیلی هم دبیر جشنواره تاکید دارن که تغییر نمیدن تاریخو آقای نقاش داده و میخوان که تو همون تاریخ فیلم ها همه دبیرها اینو ابراز میکنن، ولی بعدش کنار میان، آخر مجبور میشن به خاطر فیلم های بهتر، فیلم های مهمتر صبر کنن که بیاد. بله. خب ما همین الان آقای جیرانی، همونطور که میدونید پروانه ساخت تازه چند تا خروجیش بیرون اومده، اون هم فیلم هایی که مثلا فیلم آقای مهدویان بود که ما تو همین برنامه هم درمانی صحبت کردیم، تازه پروانه ساختشو گرفته و میخواد برای جشنواره آماده بشه. البته مهدویان میرسونه، ولی بله. بقیه فکر میکنم استاد رسوندن آقا توی تایم کوتاه به سرعت میرسونه. تمام میگیره. نه مهم این نیست که خیلی میرسونن، ولی اینکه با کیفیت برسونی مهمه. این که تو کیفیتت هم متعادل خب باشه. خب آقای جیرانی، فیلم بعدی نباشه. بعد این هم باید ما دوستان امیدوارم در دفتر جشنواره فجر اینو مد نظر قرار بدن. امسال به خاطر اینکه تغییر دولت داشتیم و اعضای شورای پروانه ساخت تغییر کردن، رئیس سازمان، وزیر، یک خللی افتاد توی مجوزها و این باعث شد که خب خیلی از دوستان که می‌خواستن فیلمشون رو به جشنواره فجر برسونن، نتونستن، یعنی پروانه ساختشون رو در مدت مشخصی بگیرن که بتونن کلید بزنن. به هر حال ما میدونیم که نداشتن مجوز باعث میشه که خیلی از دوستان بعدها دچار مشکل بشن. ما فیلم داریم، ما فیلم روستایی رو داریم، فیلم آقای جلیلی. بله، داریم، بله، فیلم بله. آقای مانی حقیقی رو داریم. ولی به هر حال هستن کسایی که همچنان منتظر پروانه ساختن که بتونن میتونن قرار بده که به جشن از الان برسونن. برای وقتی آقای مهدویان تصمیم گرفته، مهدویان داستانش فرق میکنه. مهدویان میره توی دبی در 3 روز همه کارا رو میگیره. این داستان مهدویانی کم فهم کنم. بله. ببینید، بله، امسال ما قبلا هم صحبت کردیم. من خیلی دوست داشتم که این لیستی که فرم جشنواره پر کردن پیدا کنم، ولی خیلی امروز تلاش کردم ولی متاسفانه نمیتونم دسترسی پیدا کنم. من خصوصا این تاکید رو میکنم به خاطر فیلم های اولی که ما کارگردانشون رو نمیشناسیم. به هر حال میدونیم فیلمسازهای دیگه ای هستن که امسال فیلم دارن و نام هایی هستن که برای ما آشنان. من میخواستم این لیست رو پیدا کنم، امیدوارم که خیلی زودتر این لیست منتشر بشه و ما بتونیم اطلاعات کاملی داشته باشیم از فیلم ها. دیگه اگه منتشر بشه بعد از شما که دیگه همه دارن دیگه شما. بله. خب ولی ما میتونیم اطلاعاتمون رو بروزتر کنیم، ببینیم فیلم ها تو چه مرحله ای هستن و چقدرشون واقعا میتونن به جشنواره فجر برسن و دچار مشکل نشن. از مسائل دیگه که باید اشاره بشه، برگزاری جشنواره سینما حقیقته که 15مین دورش، 18 تا 25 آذر که فیلم‌های بخش‌های مختلف اعلام شده. بحث دیگه ای که این روزها خیلی داره توی فضای مجازی و خبرگزاری ها هست، صحبتایی که آقای نوباوه کردن. قطعا شما هم مطالعه کردید. ایشون خب سابق بر این در کمیسیون فرهنگی مجلس تشریف داشتن و غیر از اون الان هم عضو پروانه نمایش هستند. 30 فیلم عنوان کردن که 30 فیلم مسئله دار در دولت قبل مجوز گرفتن. این فیلم ها اکران شود وزیر را احضار میکنیم. آقای نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس که عضو شورای پروانه نمایش هم است، در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کردن که با وجود مخالفت های صورت گرفته، اما این فیلم ها در کمیته شورای نمایش مجوز گرفتن. اما اگر این فیلم ها اکران شوند، ما وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را مجلس فرا خواهیم خواند. این فیلم ها در دولت قبل مجوز نمایش گرفتن و مجوز آنها مربوط به دولت فعلی نیست. همانطور که گفتم در این فیلم ها ارزش های اخلاقی انقلابی و ملی ما به زیر سوال رفته و مطمئنا اکران آن با واکنش عمومی مواجه خواهد شد. من خودم عضو کمیته شورای نمایش هستم، اما در جلسات آن شرکت نکردم و اگر این وضع بخواهد ادامه پیدا کند، دیگر در جلسات بعدی نیز مشارکتی نخواهم داشت. همطور که میدونید اتحادیه تایید کنندگان امروز یک نامه‌ای در جواب آقای نوباوه دادن که خب یک بیانیه‌ای بله که یک بیانیه‌ای هستش که
بلند هست و طولانی که خب نکات بسیار مهمی توش هست. البته قبلش آقای فرح بخش هم توی فضای مجازی صحبت کردن. صحبت هایی کردن. بله خیلی تند برخورد کردن. خیلی تند با موضوع. بله بله بله. ما با آقای سید ضیاء هاشمی صحبت کردیم که هم ایشون یکی از اعضای شورای پروانه ساخت هستن و از تهیه کنندگان پیشکسوت سینما و کسانی از جزء کسانی هستن که این بیانیه رو امضا کردن. دوستان اگر آقای هاشمی روی خط هستن به من میشه اعلام کنید؟ خب آقای سید ضیاء هاشمی بله آقای سید ضیاء هاشمی فکر میکنم روی خط هستن. دوستان درسته؟ بله. سلام آقای هاشمی. سلام علیکم. آقای هاشمی خسته نباشی عزیزم. جلسه پشت جلسه. خسته نباشی. قربونت برم خسته نباشی. خیلی خوشحالم صدای شما رو. ما مخلص آقای هاشمی. خانم موسوی بفرمایید. آقای هاشمی ما در مورد این بیانیه‌ای که امروز منتشر شده می‌خواستیم با شما صحبت کنیم و نظرتون رو بدونیم، در خصوص حالا در مورد صحبت‌هایی که آقای نوباوه کردن و تعداد فیلم‌هایی رو که عنوان کردن. ممنون میشم اگر توضیح بدیم. ما بیانیه رو نخوندیم توی برنامه و محول کردیم به اینکه شما نظرتون رو اعلام کنید. خواهش میکنم. عرضم به حضور شما که آقای نوباوه به نظرم یه گاف بزرگ دادن. ما اصلا سی تا فیلم مشکلدار نداریم به هیچ عنوان. یه چیز رو ده 8-9 تا فیلم بوده که بعضی هاش دیده شده، مشکلات حل شده، بعضی اون همش رو پروانه نمایش دادن. اولا آقای نوباوه باید بگیم که آقا شما با عنوان فردی که قانون گذارید و بدون قانون با کلام بودیم که نمیتونید قانون رو ببرید زیر سوال. همینطوری هرچی از دهانتون در میاد امانت بکنید به ساحت سینما ایران که یکی از بهترین ارکان فرهنگی کشوره و افتخار کشور بوده. ایشون بیان همینجوری دهان رو باز کنن علیه سینما ایران و علیه سینمای نجیب ایران بخوان اهانت بکنه. اولا فیلم مبتذل یعنی چی؟ بله، تعریفش. مبتذل چی هست؟ شما شناخت بدون نسبت به فیلم چیه؟ ما بنابراین تصمیم اونجوری گرفتیم که بخوایم آقای اول نوباوه به ما 30 تا فیلم معرفی کنن. چنانچه نتونستن معرفی کنن، حتما از کل سینمای ایران عذرخواهی باید بکنن. اگر نکنم ما همینجوری ادامه میدیم و مرتب شروع میکنیم نسبت به این اهانت موضع گرفتن. امروز اتحادیه موضع گرفته، انشاءالله به زودی کارگردان و همه سینما ایران راجع به این قضیه اجازه نمیدم که کسی بیاد به کسی که قبلا نون سینما رو خورده. تو مؤسسه رسانه‌های تصویری سالها ایشون میشسته تو همین فیلم‌ها و تولیدات رو اینجور نظر داشته. حالا اومده یه اصلا ببینید انقدر آقای جیرانی خانم موسوی توجه بکنید یه آدمی حکم از وزیر میگیره بعد وزیر رو تهدید میکنه به فیلم ندیده که آقا اگه جلو اینا رو نگیری ما میخواییم از مجلس. این گردن کلوفتیه. این چه نوع برخورد و رفتاری نسبت به سینما؟ بعد اگر شما قانون گذارید شما که تخطی میکنی از قانون به چه حقی هستن؟ به خودت اجازه میدی؟ حالا نسبت به اون چی که وزیر اونو تغییر به دفاع بکنه از خودش، ولی ما از وزارتخونه دفاع میکنیم. وزارتخونه تو به استهزا گرفتی با این حرکته که نه فیلم رو دیدی، نه میدونی تعدادش چنده، بعد هم میگه همه مبتذل هم. آخه این انصاف واقعا از نمایندگان مجلس. بعضی های دیگر متاسفانه یه همچین اظهار نظرهایی در گذشته کردن که سینما به دلیل اینکه در کشور یکی از بهترین جاییه که برای کشور واقعا فعالیت گسترده کرده و افتخار برای در دنیا برای کشور ایران آورده و همین دلیل ما پای همه سینمامون با قدرت می‌سیم و اجازه نمیدیم آدمایی که با 700 هزار رای میان تو مجلس اینا بشینن برای شاخشون نمی‌کشن برای سینما ایران. آقای هاشمی شما مقاله آقای نیرومند رو تو روزنامه ایران خوندین؟ بله. من متأسفانه نخوندم. مقاله خوبی بود. آقای نیرومند سعی کرده بود فضا رو ترتیب کنه و عنوان کرده بود که اصلا صحیح نیست، به نفع در واقع سازمان سینمایی توقیف این فیلم‌ها صحیح نیست،
مقاله خیلی دیدگاه مثبتی داشت به تمام سینمای ایران و خیلی هم تحلیل خوبی داشتش که مشکل مای مدیرانیم که با هم هماهنگ نیستیم، نه فیلم ها. یعنی مقاله در روزنامه ایران چاپ شده. آقای مستقاسی هم نظرشون برگشت و در واقع نظرش خیلی بد داده اون مستقاسی. من نه توش گفته ما به 90% این فیلم ها پروانه میدیم با اصلاحاتی. شما ابتداش خوندید، این توی مغز مصاحبه تیترا رو فراموش کنید، تو مغز مصاحبه یک چیزیه که ما به 90% فیلم ها پروانه میدیم و جلوی فیلم ها رو نمیگیریم. یعنی این هم در واقع یک جوری بعد از آقای نوباوه این اتفاق افتاده. خیلی از بیانیتون ممنونم، خیلی از نظراتون ممنونم. بعدا ما میخوایم راجع به شورای پروانه ساخت با شما صحبت کنیم، اما حضوری با شما صحبت کنیم، چون شما در واقع چون شما خیلی تلاش کردین تو شورا، دوره قبلا بودین و الان هم هستین. براتون آرزوی موفقیت دارم. خیلی ممنون. خسته نباشید. ممنونم خانم دوست. خواهش میکنم. مرسی از شما آقای هاشمی. خیلی موضعشون رو تند و سریع اعلام کردم و واقعیت هم اینه که حالا من معتقدم آقای نوباوه، من چون آقای نوباوه رو از قبل میشناسم، بعدم نمیاد آقای نوباوه بیان برای جای فرهنگ. چون آقای نوباوه من قبلا که باشون صحبت میکردم نظراتشون نظرات دیگری هم راجع به سینما بود، یعنی اصلا نظرات تندی قبلا من تا اون جایی که میشناسم نداشتن. ولی نکته اینجاست که بعدم نمیاد که آقای نوباوه بیان بشینیم با هم مصاحبه کنیم. هی همیشه در بحث و صحبت و اینا نکات در میاد اینجا. ولی خب به هر حال مقاله آقای نیرومند، مصاحبه آقای مستقاسی، بله، تقریبا فضا رو ترتیب بله، کرده. بله، که من خودم مطلب آقای نیرومند رو خوندم. آره، در واقع فضا رو ترتیب کرده. خبر دیگه آقای جری، خبر اکران آنلاین فیلم رستاخیز آقای درویش هستش که سال هاست که میدونید که این جریان اکران نشدن این فیلم و حتی یک بار اکران شدنش رو از پرده پایین کشیدنش اتفاق افتاده و در جریانه و هر سال توی زمان محرم و ماه صفر در مورد این فیلم صحبت میشه که اکران بشه. تهیه کنندش آقای علی قلی زاده گفتگویی رو کردن که خب منتشر شده اخبار در مورد اکران آنلاین فیلم رستاخیز که از 16 اسفند ماه قراره که خب اکران شروع بشه. مشکلش حل شده؟ ببینید اشاره ای نکردن به مشکل به معنی که مشکلشون صورت اون... بله چهره. ببینید اشاره مستقیمی در مورد ارشاد که مشکل نداشته، مراجع اشاره مستقیمی به این موضوع اصلا توی این مصاحبه من به طور کامل خوندم نشده. فقط در مورد شرایط اکران توضیح دادن آقای علی قلی زاده و گفتن که یک... من یک جمله خوندم نوشته مشکل مراجع حل شده، یعنی در واقع صورت ها پوشیده شده دیگه. ببینید اون چیزی که من توی مصاحبه خوندم بیشتر در مورد مشکلاتی که توی سهم فیلم بوده صحبت شده. اونا که حقوقیه. بله بیشتر مراجع... در مورد مراجعیت حقوقی نیست. بله بعد بیشتر در مورد مسائل حقوقی تو مصاحبه صحبت شده. نه یه جمله هست که مسائل مشکل یعنی نگرانی مراجع حل شده. خب پس احتمالاً در مورد چهره تونستم به یک تصمیم برسم، ولی مشخصاً که بگن ما چه تصمیمی گرفتیم برای این تصاویر صحبت نشده توی این مصاحبه. گفتن که اول یک پلتفرم اختصاصی میخواستن ایجاد کنن برای این کار و کلیه حقوقش رو به یک شرکت خارجی واگذار کردن. دلیلشون هم این بوده که پلتفرم ببینید پلتفرم داخلی رو نوشتن به این دلیل انتخاب نکردیم، منظورشون نه فیلیمو، نماوا یا فیلم نت، پلتفرمایی که الان فعاله، به این دلیل که گفتن امکان این که مخاطب خارج از کشور به صورت ارز یا به صورت دلار یا غیر ریال یعنی بخواد مبلغی رو پرداخت کنه و این فیلمو ببینه وجود نداشت از طریق پلتفرم های داخلی و همچنین امنیت فیلم به لحاظ قاچاق. گفتم به همین دلیل به یک شرکت خارجی واگذار کردن و چیزی که اعلام کردن اسم این سایت توی خبر آورده شده حلال چنل هستش که از 16 اسفند ماه قراره که گفتن هم به لحاظ امنیت محتوا داره هم به صورت غیر ریالی مخاطبا میتونن. خارجیه. ببینید چیزی که توزه بله یه شرکت خارجی براشون این کارو انجام داده. یه پلتفرمی تو... که بله غیر از پلتفرم نه این پلتفرم قراره در یک بستری ایجاد بشه اختصاصی در اصل که قراره که با این فیلم اختصاصی این فیلمو نمایش بده. چیزی که عنوان کردم و آدرسی که دادم من متوجه نمیشم، یعنی من متوجه نمیشم، یعنی ما به جای داخل این هم پلتفرم ایرانی داریم
فیلمو داریم به پلتفرم خارجی. گفتن به خاطر اینکه پلتفرم‌های داخلی تضمین قاچاق فیلمو نداره، مثل اتفاقی که برای فیلم‌های دیگه میفته و خزینه غیر ریالی نمیتونه بده و این فیلم مخاطب جهانی داره، یعنی فقط پلتفرم‌های مثل فیلیمو، نماوا یا بقیه پلتفرم‌های داخلی فقط شما به صورت ریالی میتونید پول بلیتو بدین و خرید کنید، ولی ایشون عنوان کردن که این پلتفرم شما با دلار و یورو هم میتونید بلیت خریداری کنید توش، چون این فیلم احتمالا خب قطعا باید با زیرنویس یا دوبله، به هر حال میدونین که شرایط اگه قرار توی پلتفرم خارجی باشه شرایطش با یه نمایش فیلم تو ایران خیلی فرق کنه. امیدوارم که حالا این اتفاق بیفته که ما شما ببینیم چه جوریه. خبر دارید ایشون خسارت در واقع وارد از ارشاد گرفتن نگرفتن؟ بله عنوان شده خسارت گرفتن. بله عنوان شده، یعنی تو میزان خسارت رو گرفتن. ببینید چیزی که تاکید کردم به درصد مشخص کردن، ولی گفته بودن که خسارتی رو ارشاد بهشون داده، یعنی فارابی به ارشاد بهشون خسارت. بله تاکید شده تو مصاحبه. بله خصوصا بعد از اون که اون فیلم ها پرده کشیدن پایین و اینها یه خسارتی داده شده. تنها فیلمیه که خسارت گرفته، من فکر کنم بقیه نه. بله البته تا الان به طور رسمی اعلام نشده بود، تو این مصاحبه ما شنیده بودیم ولی تو این مصاحبه عنوان شده که خسارت داده شده. بله رقم خسارت هم اعلام نشده، درصدی نوشته دادم. ببینید نشدم با تجربه درصدی که بوده و ما خسارتی که دریافت کردیم نه مشخصا نبوده و من حتی سهامارم مثلا 60% فارابی بوده، 60% سرمایه گذاره بخش خصوصی بوده، 30% سهامداران غیر ایرانی، 10% سهامدار، اینجوری مشخص شده. یعنی در مورد درصدا توی مصاحبه اینجوری، یعنی هم فارابی سرمایه گذار هم خسارت داده. خیلی بامزه است. توی خبری بوده که من توی ایسنا خوندم مصاحبهش رو، خبرم فکر می‌کنم از ایسنا منتشر شده. خب من در مورد بخش شبکه خانگی صحبت کنم، اینکه به هر حال سریال ها همچنان دارن ساخته میشن، حتی داره برنامه های جدید تولید میشه، خودتون دیدین برنامه هایی که سبک و سیاق جدید داره، ولی سریال ها همچنان به قوت خودشون باقیه. پلتفرم فیلم‌نت این روزها داره سریالاشو شروع میکنه و حتی برنامه داره در زمینه فوتبال که قراره به زودی پخش شروع بشه، سریال آقای نوید محمودی به اسم همدل با بازی آقای شهاب حسینی، خانم هدیه تهرانی، آقای هادی حجازی فر، مهداد صدیقی و علیرضا کمالی به زودی کلید میخوره. فیلم سریال آقای سعید آخانی با اسم راز بقا با بازی بهرام افشاری، آقای حسن مجنونی، خود آقای آقاخانی و فکر میکنم بقیش بازیگرهای نونخه هستن. سریال خانم تهمینه میلانی که سالهاست به هر حال میدونین که از سینما فیلم نساختن، فیلم سریالی به اسم راه میانبره که تن اطلاعات که من ازش دارم اینه که خانم لیلا حاتمی باشون وارد قرارداد شده و اون هم قرار تا مدتی دیگه کلید بخوره. در مورد خبرهای دیگه بدم، به زودی فیلم هایی همچون بی همه چیز، بندربند، جنایت بی دقت اکران شروع میشه و از روز چهارشنبه یعنی از فردا هم فیلم گربه سیاه اکران شروع میشه. به هر حال فیلم ها خیلی با سرعت دارن اکران میشن و که ما به هر حال داریم نزدیک جشنواره فجر میشیم و محصولات جدیدی میان و بهتره که فیلم هایی که پشت خط موندن به دلیل کرونا زودتر اکران شن، ولی منجر به فیلم سوزی نشه، یعنی به هر حال با توجه به تعداد سالن های محدودی که ما داریم. من خبرها رو با این تموم میکنم. در مورد کنسرت ها من یه خبری رو بدم که با توجه به اینکه سینماها حتی با 50% ظرفیت کارشون رو شروع کردن و اتفاقا مردم استقبال کردن، حالا هم که اعلام کردن ظرفیت کامل شده، کنسرت ها قراره که تو این هفته یک جلسه ای برسن که اونها هم با ظرفیت کامل کارشون رو شروع کنن. در اصل اینه که مجوز بهشون داده شده و از اول آذر میتونستن کنسرت هاشون رو برگزار کنن، ولی مسئله چون نصف ظرفیت هست و هنوز تهیه کننده با سالوندار نتونسته به یه قیمت بلیت درست برسه، چون میدونید که خب به هر حال قیمت بلیت کنسرت خیلی بیشتر از سالن های سینمایی، چون نتونستن به یه قیمت برسن هنوز تصمیم قطعی نگرفتن و ترجیح دادن ریسک نکنن و دقیقاً قراره که گویا کنسرت ها با ظرفیت کامل از اوایل دی ماه یعنی بعد از ایام فاطمیه شروع بشه. همزمان تو کیش چند تا کنسرت به صورت نصف ظرفیت بوده که خیلی هم استقبال شده و این اتفاق خوبی بوده و این باعث شده که به این فکر کنن که در تهران هم ظرفیت رو کامل کنن، البته که شرط کارت واکسن و اینها دارن و پروتکل‌های بهداشتی. چند تا کنسرت هم همزمان داره، همزمان با ژانویه چند تا خواننده دارن توی ترکیه برگزار میکنن که خیلی مطرح شده و اینا مجوز دارن که من خبرشو خوندم که ارشاد تاکید کرده که مجوز دادن به این خواننده ها و قراره
که توی خارج از کشور تو ترکیه کنسرت برگزار کنن، مثل بهنام بانی، رضا صادقی، آرش و مسیح، علیرضا تلیسچی، که قراره که از شب یلدا کنسرتاشون شروع بشه توی ترکیه. و خیلی هم تاکید دارن تهیه کنندگاشون که چون صنعت موسیقی خیلی ضربه خورده تو این دو سال کرونا و حتی نسبت به سینما باز به صورت نصف ظرفیت هم نشده، این کنسرت هایی که داره توی ترکیه برگزار میشه باعث ارزاوری میشه و تولید محصولات جدید، و به همین دلیل هم هست که ارشاد بهشون مجوز داده که بتونن این کنسرت ها رو برگزار کنن. دفعه یه خبر تئاتر هم داشته باشیم میشه که خانم گلاب آدینه بانوی زیبای منو اجرا داره میکنه. بله این روزها. بله. تئاتر موزیکالیه که من میخوام بدونم که این تئاتر موزیکال چجوری تو اینجا البته ما تئاتر موزیکال داشتیم. بله. سالهای پیش زمان دولت آقای احمد نژاد تئاتر موزیکال اجرا شده. اصلا اولیور تویست و سریال های آقای پارسایی بودن بله اینها همشون موزیکال بودن. بله. اجرا شده. خیلی موزیکال اجرا شده. بله. بعدش هم اجرا شده دولت آقای روحانی هم. تئاتر بزرگی هم بودن که پروداکشن و تو هتل اسپیناس اینا بانوی زیبای من که نمایشنامه خیلی معروفیه در واقع که به چه صورته و کجا رسیده و این کار آقای خانم گلاب آدینه رو یه پوششی بدیم که چشم. اصلا کلا تئاتر رو دفعه دیگه چون من فکر کردم که بله چون حتما. اون دفعه هم دوستان صحبت کردن، خانم اسکندری صحبت کردن، بوزای بازیگران تئاتر کارا تنها بازیگران نیستن، طراح صحنه، طراح لباس، همه آدم ها اونجا به حال مشکلات عجیبه داشتن، یکم به حال بهشون برسیم که یعنی تا جایی که میتونیم و در جایی که امکان داریم راجع به اونا صحبت کنیم. متشکرم. بله. خیلی ممنونم. امیدوارم که ما بتونیم توی هفته های آینده اصلا در حوزه تئاتر و موسیقی هم مهمان داشته باشیم که بتونیم خیلی بیشتر به این موضوع و ضرباتی که اینا توی کرونا خوردن. حالا من نخواستم خانه سینما صحبت کنیم چون خانه سینما احتمالاً ما مسابقه مفصل خواهیم داشت. بله. و چون اونجا هم به حال مسائلی هست که میشد بله. باشه صحبت کرد در واقع. اونم هست و انشالله که حالا بتونیم در اون باب هم مسابقه مفصل داشته. بله. خیلی ممنونم. متشکرم. خیلی ممنونم از بینندگان عزیز. شب بخیر.